جانسو، شما دیوونه شدین؟ مگه آدم همچین موضوعی رو پنهان میکنه؟ تقصیر آزراست. اولین باری که جنکو منو پیش هم دید اون بود که ساکت بوند، نه من. خیلی خوب باشه، تو چرا چیزی نگفتی؟ من میخواستم با جنک حرف بزنم اما... تارخ جان، شما که آزرا رو نمیشناسی. خب آزرا نمیخواست جنک و جانسو با هم باشن، میخواست از هم جداشون کنه. تفلک واسه همین ساکت بود. خیلی خوب، حرف شما قبول، اما این دختر چطور با فرید خانم آشنا شده؟ مگه آزرا دوست جنگ نبود؟ آقا اسمی، آخ نمیدونین که شما اگه بخواین از کار این آزرا سر در بیارین حساب براتون نمیمونه. مامان جون خوبی؟ ملیسی یه بالش بیار بذار زیر پای مامان بزرگت. نگران نباشی، من حالم خوبه. خوب. مگه میشه نگرانت نباشیم؟ خدای نکرده فکر کردیم طوریت شده. فداد شم، نگران نباش، حالم خوبه. حالا لطفاً تنهام بذاری. جنگ، میخوام با آزرا حرف بزنم. مامان مگه نشنیدی سومر چی گفت؟ این دختر برامون نقشه کشیده، دیگه میخوای راجع به چی باهاش حرف بزنی؟ مام بزرگ، حتی جانسو هم از ترسش چیزی بهمون نگفته، لابد تهدیدش کرده. آزرا همچین آدمی نیست، اگه به من نگفته لابد اینطور صلاح دونسته، باید باش حرف بزن. مامان بزرگ، حالا وقت این کارا نیست، بذار اول حالت خوب بشه، بعدن هر کاری خواستی بکنی بکن. بگید بیاد اینجا. باش. آزرا اینجا نیست، رفته. بله دیگه، از خجالتشه. نه، اون تا با من حرف نزنه از اینجا نمیره. بیرونش کردم مامان، بیرونش کردم، بیرونش کردم. بیرونش کردی؟ آره بیرونش کردم، چون دیگه لزومی نداشت اینجا باشه. گفتی چی کار کردی؟ تو به چه حقی دخترم از خونم بیرون کردی سرا؟ فریده خانم حالش چطوره؟ خوبه؟ آره خوبه، نگران نباشید. من باید باهاش حرف بزنم. آزرا خانم، جو خونه الان خیلی متشنجه، نمیذارن ایشونه ببینین. شما الان تشریف ببرین، فردا میارم ببینیدشون، باشه؟ من تو فریده خانم رو نبینم از اینجا تکون نمیخورم. سراب جون، فریده خانم حالشون چطوره؟ بد نیست. سراب جون من واقعا ازت معذرت میخوام، میدونم پیشت خیلی شرمنده شدم، اما باور کن ما هم قربانی خودخواهی و دغلبازی های آزرا شدیم. به هر حال کاش زودتر از اینه یه سری چیزا رو به هم میگفتی سومر. گیریم که جانسو ترسیده و چیزی نگفته، تو چرا اینقدر به این دختر میدون دادی؟ نه عزیزم، من بهش میدون ندادم. شما که نمیدونین آزرا چه آدم بدجنسیه. من مجبور بودم از خودمون مراقبت کنم، از دخترم مراقبت کنم. جنگ، من واقعا متاسفم. خاله سراب، از شما معذرت میخوام، من نمیخواستم اینطوری بشه. جانسو بیا بریم دیگه، دیر وقت. الان اعصاب هممون خورده. سراب جون، بعد از اینکه آروم شدی اجازه بده با هم حرف بزنیم، باشه؟ باشه. شب همگی بخیر. آقا عزمی شبتون بخیر. شب بخیر. بریم جانسو. شب بخیر. مامان، و
ولش کن. در مورد جانسو یه خواهشی ازت داشتم. چی؟ میگم حالا که تو هلدینگ چلن استخدام شدی، خواهش میکنم چیزی در مورد مسائل خانوادگیمون بهشون نگو. چرا؟ آخه جانسو با یکی از نوه های فرید خانم رابطه ی عاشقانه داره. جنگ، شاید بهت گفته باشه. نمیخوام مسائل و مشکلات خانوادگیمون مانع خوشبختی جانسو بشه. دختر پرو هنوز همینجاست. من میرم باش حرف میزنم. وایسا تارو، خودم میرم. تارو باشو پسرم، باشو ما هم میرم. آقای عزمی شما لطفا بمونید، میخوام باهاتون حرف بزنم. تو چرا هنوز نرفتی؟ باید با مادر بزرگت حرف بزنی. راجع به چی میخوای با مامان بزرگم حرف بزنی آخه؟ بس نیست این همه گولک زدی و دلش شکستی؟ یا میخوای خودتو تبرئه کنی؟ جینگ باور کن من کار بدی نکردم. آره تو کار بدی نکردی، من بودم که حقیقتو پنهون کردم. آره اومدی موزیانه وارد زندگیمون شدی، تو حتی وجود خواهرت هم انکار کردی. دلیل اینکه بهت نگفتم جانسو خواهرمه سمیر بود. سمیر اومد ازم خواست که رابطه تو و جانسو رو به خطر نندازم. آها پس همه تون با هم تبانی کردید. وای من واقعا دیگه مخم نمیکشه، واقعا حالم داره به هم میخوره. اما از یه چیز مطمئنم، اونم اینه که تو 100% یه نقشه‌ای تو سرت هست. باشه جک، حالی که حرفای منو باور نمیکنی پس اصلا نمیخواد با هم حرف بزنی. من چرا باید حرفای تو رو باور کنم؟ مامان بزرگم به خاطر تو حالش بد شده، آرامش خانواده‌ام به خاطر تو به هم ریخته، حتی خانواده خودت هم اصلا ممکنه حالش به خاطر من بد نشده، اون از دست تو مریضه. ضمناً من خانواده تو رو اصلا نمیشناسم و هیچ کاری هم به کارشون ندارم. در مورد جانسو و سومرم فقط اینو بدون که اونا اسیر خودخواهی خودشونن. اما چون تو از من متنفری ترجیح میدی به جای اینکه حرفای منو باور کنی، گول حرفای اونو بخوری. هیچ کدوم از حرفایی که اونا زدن حقیقت نداره. خیلی خوب، بیا راجع به حقیقت حرف بزنی. مثلا جواب این سوالمو بده. مامان بزرگمو از کجا میشناسی؟ و چرا قبول کردی که وارثش باشی؟ جواب این سوالت پیش من نیست جک. هنوزم داری نقش بازی میکنی. واقعا که بزرگت میسوزه، نزدیک بود سکته کنه. آره نگو این دوتا با هم خواهر بودن و ما نمیدونستیم، باورم نمیشه. خواهر واقعی که نیستن، ناتنیه. حالا چه فرقی میکنه، به هر حال خواهرن دیگه. من که مخم سود کشید، یه لحظه نفهمیدم کی با کی فامیله، کی با کی نسبت داره. من دلم بیشتر به حال جانسو میسوزه. دختره شیطان صفت چنان ترسوندتش که نتونسته چیزی به کسی بگه. خانم معلم ما رو نگاه، تو کلاس سختگیر و جدی، اما تو خونه دل نازکی. جیدا مثل این که تو امشب همینجا میمونی؟ آره ساعت و نگاه معلومه که اینجا میمونه. باشه آرده جون، منظورم اینه که میتونه تو اتاق من بخوابه. آه باشه. بس خوبه، من خانواده ندارم. اولین بار بابت این خدا رو شکر میکنم. اوف ای خدا، عجب شبی بودا. حالا فهمیدی چرا میخواستم حقیقت رو به جنک بگم؟ اتفاقا خیلی هم خوب شد. چیش خوب شد مامان؟ درسته جنک مچه عزرا رو گرفت، اما ما هم دروغ بازم در اومدیم. من که با زراب حرف زدم، بذار آبا از آسیا بیفته بازم باش حرف میزنم.
بهش گفتم، گفتم آزرا ما رو بازیچه خودش کرده بود. اما جین که از دستم خیلی دلخور شد. آره دلخور شد، اما آخرش گفت که آزرا رو ترسونده بوده. حالا میدونی من کنجکاوم چیو بدونم؟ اینکه واکنش فریده خانم چی؟ حالا که چهره واقعی آزرا رو دیده. وای نمیدونم. مامان من میرم بخوابم، امروز به اندازه کافی اعصابم خورد شده. آره منم خوابم میاد، میرم بخوابم. شال من اینجا چی کار میکنه؟ این که تو کمدم. شاید مرد موقعی بازی برش داشته. مرد همچین کاری نمیکنه. فاطمه یعنی چی شده؟ مامان اینا کجا؟ این قضیه دیگه شورش در اومده آقا اسمی. با وجود همه این اتفاقایی که افتاده، مامان بازم پشت اون دخترها رو خالی نمی‌کنه. با اتفاقی که امشب افتاد، من مطمئنم فرید خانم از تصمیمی که راجع به اون دختر گرفته منصرف میشه. آقا اسمی، من همین چند دقیقه پیش با مامان حرف زدم. میگه آزرا دروغ نمیگه، آزرا کار بدی نمیکنه، حتما اینطور صلاح میدونه. اون منصرف نمیشه، من مامانم خوب میشناسم. حالا شما فردا صبح زود با وکیل قرار بذارید. میخوام برای سلامتی روحی روانی مامان اقدام کنم. شما با جنگ صحبت کردید؟ نظرشو پرسیدید؟ حالا که دست این دختره رو رو کرده حتما طرف منو میگیره. باید از این دخترم شکایت کنم. در حال کاری که ایشون کرده اسمش کلاهبرداریه. از اعتماد یه پیرزن سوء استفاده کرده و فریبش داده. این داستانو تمومش میکنیم آقا عزمی، تمومش میکنیم. لازم باشه مامانم میبریم تیمارستان، اون دخترم میره زندان. آزرا؟ برای من اصلا مهم نیست که چه اتفاقاتی افتاده. انگار همه عهد بستن که فقط تو رو عذاب بدن. جنکم یه بخشی از این ماجرا شده، اما واقعا حق تو نیست که این بلا سرت بیاد. ببین تو بهترین روز زندگی فریده خانم چی کار کردم، نمیتونم خودم رو ببخشم. تو اصلا مقصر نیستی. چه فرقی میکنه تاروخ؟ چه اهمیتی داره؟ فریده خانم الان اون بالا داره عذاب میکشه و من هیچ کاری نمیتونم بکنم. تاروخ بلند شو پسرم. فردا هر طور شده باش حرف میزنی، الان اجازه نمیدن که ببینیش. بی خود اینجا نشین قصه بخور، بلند شو بریم.
من تا فرید خانمو نبینم هیچ جا نمیرم، ده همینجا منتظر میمونم. باشه، هر اتفاقی هم که بیفته من کنار تماس رو. مامان بزرگ، چیزی شده؟ حالت خوبه؟ خوبم خدا رو شکر. تو تا صبح اینجا بالا سر من بودی. بلند شو پسرم، حتما بدنت گرفته. آخه دیشب حالت اصلا خوب نبود مامان بزرگ، منم ترسیدم خدای نکرده اتفاقی بیفته. پس تو هم برای خود توهم زدی آره عزیزم. ببین حالم خیلی خوبه، میبینی که خیالت راحت باشه. من کار قشنگی نکردم مامان بزرگ، برای اینکه دروغ آزرا رو آشکار کنم تو رو اذیت کردم. عذاب وجدان نگیر پسرم، حرفایی که شنیدم خیلی برام سنگین بود، اما من فقط به خاطر تو این کارو کردم مامان بزرگ. فقط نگران تو بودم، وگرنه پول و شرکت و هیچی برای من اهمیت نداره. میدونم. نمیدونی مامان بزرگ، شاید من اونقدرام که تو فکر میکنی پسر خوبی نباشم. تو همیشه حق داشتی از دست من عصبانی بشی. آخ جنگ، کاش بتونی این آشوب دلتو یکم آروم کنی. سعی کن یکم آروم باشی، اون وقته که میتونی تصمیمات درست بگیری. من بزرگ، اگه اونقدر تو کارات دخالت نکنم شاید اینجوری واسه منم همه چی خیلی راحت تر میشد. این که دست من نیست جنگ، من همیشه سعی کردم جای خالی پدرتون رو براتون پر کنم. میدونم مامان بزرگ، من در حق تو خیلی بدی کردم، خیلی بی‌مسئولیت بودم، اما تو همه چیز منی، اینو که میدونی. تو گذشته منی، خاطرات کودکی من. اینقدر حق به گردنم داری که هر کاری هم بکنم باز نمیتونم خوبیاتو جبران کنم. تو باز را اعتماد کردی، باورش کردی، کاملا درکت میکنم، اما از را اونجوری که فکر میکنی نیست. خواهش میکنم اجازه نده ازت سوء استفاده بکنی. اشکالی نداره اونو مثل دخترت قبول کن، حتی همه یه ثروتتو ببخش به اون، اصلا برام مهم نیست، اما لطفاً تو هم سعی کن دیگه واقعیت ها رو ببینی. بعضی وقتا حقیقت اونجوری که میبینیم نیست. برای اینکه حقیقتو بفهمیم باید خودتو تو اون شرایط قرار بدی، باید یاد بگیری صبور باشی در مقابل هر کس و هر چیزی، باید یاد بگیری که هم اسیر باشی هم رازدار. اگه منظورت باز راست، درست میگی، تو رازداری هیچ کس نمیتونه بهتر از اون باشه.
وقتی من با آزرا آشنا شدم، اول پدرش از دست داده بود، بعد برادرش رو گم کرده بود. دختری رو دیدم که داشت با زندگی می جنگید، اما بعدش یه آزرای دیگه جلوم ظاهر شد، با دروغاش، با دورویی. نمیتونم بفهمم خوبه یا بد. درست مثل زندگی عزیزم. پسرم، همه ما اشتباه میکنیم. قرار نیست با هر اشتباهی آدم بدی بشیم. در نهایت همه ما انسانی. مامان بزرگ، من نمیتونم مثل تو گذشت بکنم، مخصوصا بعد از کارهایی که با تو کرد. اصلا نمیتونم. اینقدر به آزرا گیر نده. اون دختری نیست که به من و خانواده‌ام صدمه بزنه. ببین مامان بزرگ، من جوابی برای این حرفو ندارم. از آزرا میپرسم یه کلمه با هم حرف نمیزنه. از تو میپرسم، تو هم که حاضر نیستی یه کلام حرف بزنی. پس من باید چی کارو کنم؟ تو این شرایط چه تصمیمی باید بگیرم؟ اون کاری که فکر میکنی درست انجام بده. بعضی وقتا مشکلات از راه منطقی حل نمیشه. بهتر نیست از در احساس وارد بشی. برای من خیانت فقط یه جواب داره. همه ما یه امتحاناتی رو تو زندگیمون پس میدیم. پروردگار هر کسی رو به اندازه دلش امتحان میکنه. وقتی بچه بودیم زندگی شکلی دیگه بود. هر وقت زمین میخوردم تو دستم رو میگرفتی و بلندم میکردی. همیشه تو کنارم بودی، حتی نمیذاشتی از چشام اشک بیاد. الانم چیزی تغییر نکرده. هنوزم من کنارتم. تو کنار من نیستی مامان بزرگ. تو کنار دختری هستی که اصلا نمیشناسیش. زیر بال و پر اونو میگیری. پسر عزیزم، تنها چیزی که قابل جبران نیست اینه که اسیر قلبی پر از کینه بشی. بی وفایی. ای خدا، کاری کن خاله نبات از این در بیاد بیرون. دوباره با اون نگاهی که همیشه به این نگاه کنه منو ببخش. خیلی خوب پسرم، بلند شو، دستتو بشور. باشه، یکم خودتو جمع جور کن، صابونه بخور، بعدشم برو سر کار. باشه. فریده خانم بیدار نشده؟ زنی بیچاره مگه جونی بیدار شدن داره؟ بیچاره نزدیک بود سکته کنه. من نمیدونم آزرا از کجا پیدا شد. چرا الکی قضاوت میکنی؟ آها، نکنه تو همه چیو میدونی. امیدوارم هرچی زودتر شرش از سرمون کم بشه. تو داری به چی نگاه میکنی؟ چیزی نیست بابا. نه خیر، بذار نگاه کنم. تو خیلی تو حول بلایی. بذار ببینم اون پایین چه خبره. دختری پر رو هنوز نرفته. برم به سراب خانوم بگم. نه نه نه، این کارا نکن. چرا بخوای همچین کاری کنی؟ برای چی تو کارشون دخالت میکنی؟ اینو اوضاع خیلی بدتر میشه حسن. میشه تو دخالت نکنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر فریده خانوم. حسن، من آماده میشم زودتر بریم. چشم خانوم. بلقیس، داروام کجاست؟ میشه لطفا برام بیاری؟ گذاشته بودم تو یخچال، همین الان میارم. ای بابا پسرم، کجایی تو؟ ای وای، این چه وضعیه؟ تو اتاق مامان بزرگی چی کار میکنی؟ هیچ چیزی نیست. نکنه تا صبح اینجا بودی درینگ؟ بله مامان. مسلمن تا صبح هم نخوابیدی. نزدیکای صبح خوابم برد. حالا وضعیتش چطوره؟ بهتر شد؟ خیلی بهتره. خب پس چرا باهاش یکم حرف نزدی؟ امیدوارم الان دیگه نظرش در مورد آزرا خانم عوض شده باشه. اما خوب دیشب دستش رو کردی. با حرف زدن نظر مامان بزرگ عوض نمیشه. تازه خسته ام بود، خوابش برد. مامان جون چطوری؟ حالت خوبه؟ بهتری؟
خوبم. ای کاش از جد بلند نمیشد، یکم دیگه استراحت میکرد. میخوام آماده بشم برم، البته اگه اجازه بدی. آها بله حتما. ببینم تو که همین الان نمیری، بمون یکم حرف. نه میخوام دوش بگیرم مامان. باشه. سراب خانوم، چیزه؟ بلقیس. اومدم خانوم. نه نه فاطما جواب میده نه مریم، خدا میدونه کجا. مامان چرا باید برن پیش مریم؟ اون آدرسش مشخصه، همه میدونن کجاست. آره راست میگی، واسه خودش چمدون جمع کرده رفته، ساک باشگاهمم برده، عینکمو برداشته، کشامم به هم ریخته، لباسمو برده، حلقه کمال بود اونم با خودش برده. زنی که یه دوست، اگه دستم بهش برسه یه بلایی سرش بیارم. مامان دیگه خواهش میکنم اینقدر فیلم بازی نکن. تو چی داری میگی؟ یعنی دروغ میگم؟ تو خودت نقشه کشیدی، میدونستی میخوان چی کار کنن. جانسو مزخرف نگو، اگه اینطوری بود پس چرا آوردمش تو این خونه؟ آوردی چون میخواستی منو قانع کنی، بعدش هم به فاطما گفتی مرد تو وردارو رو ببره. میشه دست از دروغ گفتن برداری؟ نه بابا، معلوم نیست چی میگه. همه یه بدبختی من اینه که از شر این قضیه راحت شم، دیگم هیچی نمیخوام. اگه راست میگی پس چرا الان غیبشون زده؟ اصلا بذار اینطوری بپرسم، چرا فرار کردن رفتن؟ مامان من دیگه بهت اعتماد ندارم، نمیدونم چه نقشه ای کشیدی. ازم شکایت شده، تو اینو میفهمی؟ آره من میخوام مرد رو پیدا کنم، صحیح و سالم تحویل آزرا بدم. همین، اگه فاطمه اشتباهی بکنه و پلیس دستگیرش کنه، پیش پلیس اعتراف میکنه، مرد میگه اومده بوده اینجا، اون وقت من بدبخت میشم. چرا باید همچین کاری بکنم؟ اگه اینجوریه، وقتی مرد رو میخواستی تحویل بدی با فاطمه میخواستی چیکار کنی؟ تحویل پلیس بدی؟ من همچین فکری نکردم، معلومه که نه. اون زنه دیوونه است، اگه حرف بزنه اول پای خودم گیره. بعدش چی؟ نه واقعا میخوام بدونم نقشه چی بوده، چی به سر فاطمه میومد. گفتم بهش فکر نکردم جانسو، حتما یه راهی پیدا میکردم. یعنی فکر نکردی اگه مرتو ازش بگیری میره پیش پلیس اعتراف میکنه؟ مامان اون زنه دیوونه است، قاطی کرده بود پرید جلوی ماشین، انگار یادت رفته. من میدونم منظور تو از این حرفا چیه، پس حرفتو راحت بزن. میدونی چیه؟ تو به این فکر نکردی که اونا رو از هم جدا کنی، به فاطمه پول دادی گفتی برو به سلامت، اینطوری هم به خیال خودت انتقام تو از آزرا گرفتی. آره واقعا که جانس، واقعا که. خاله نبود، خدا رو شکر حالتون خوبه. خوبم. میترسیدم نکنه برای سرتون بیاد، میخواستم ببینم اتون بعد برم. معذرت میخوام خالی جون، میدونم از دستم عصبانی هستی، اما اگه یه فرصت دیگه بهم بدین من هر چیز میدم. اما این بار باید همه چیزو دونه بدونه برام تعریف کنی، چیزی رو ازم قایم نکن. بریم تو راه حرف بزنیم، باشه؟ بی خود واسه من قیافه نگیر مامان، انتظار داشتم یه مهمونی ترتیب بدی. از دست مرد راحت شدی، به زودی هم پرونده که بسته میشه، احتمالاً اونا را فرستادی یه جای دور که دست پلیسا بهشون نرسه. آره جانسو بس کن دیگه، اگه اینطوری باشه پس چرا باید را بیافتم تو کوچه خیابونا دنبالشون بگردم؟ که منم بازی بدی. تو چت شده جانسو؟ تو که هیچ وقت حسی به مرد نداشتی، از کی تا حالا واسه اون بچه خواهری کردی؟ حالا چی شده که دایه دلسوزتر از مادر شدی؟ شاید مرد برادر تنی من نباشه، حتی ممکنه خواهر خوبیم نبوده باشم، اما اونقدر رام بیره نیستم، مخصوصا سنگل اصلا نیستم. تو هیچ وقت مرد دوست نداشتی. من مرد دوست نداشتم؟ آره سخت در اشتباهی جانسو، من اون بچه رو دوست داشتم. آزرا رفته بود مدرسه شبانه روزی، اونجا درس خوند، بعدش هم رفت آمریکا. وقتی اون دنبال عشق و حالش بود هیچ کس بار سر مرد نبود، حتی تو هم برات مهم نبود، هیچ وقت برات مهم نبود.
چون تو هم درگیر خودخواهی خودت بودی، درگیر حسادت کردن به آزرا بودی. چرا فکر میکنی من به آزرا حسودی میشم؟ فکر نمیکنم، مطمئنم. من با اینم جنگیدم. تو به جای اینکه خوشگلی خودتو ببینی، به جای اینکه داشته های خودتو ببینی، تو حسادت غرق شده بودی. میرفتی یه گوشه قنبات میگرفتی. هیچ وقت عرضه نداشتی خودتو از اون بالاتر ببینی. آزرا برای من مثل یه خواهر بوده. مگه چاره دیگه ای هم داشتی؟ جز اینکه باهاش مهربون باشی انتخاب دیگه ای نداشتی. با کینه خودت اینجوری روبرو شدی. سعی کردی ادای خواهرها رو در بیاری، چون اون اونقدر خوب بود که اینقدر دوست داشتنی بود که طاقت نمی آوردی، مگه نه؟ خودت هم الان داری میبینی. حالا برسیم به مرد. من اون بچه رو دوست داشتم، برای همین به من میگفت مامان. تحملش کردم، لجبازیاشو، بدخلقیاشو، همه ی اینا رو تحمل کردم، چون برای من دوست داشتن یعنی تحمل کردن. میدونی چرا جانسو؟ چون تو زندگی من مادرم، پدرم، هیچ کدومشون تو روزای سخت نتونستن تحملم کنن. اینجوریشو دیگه ندیده بودم. دختر تو صبح جلوی در منتظر مونده. کی باید باشه؟ آزرا دیگه. یعنی چی؟ یعنی تو حیاط منتظر مونده؟ من از کجا بدونم؟ آبجی بلقیس گفت. مام بزرگم که نمیتونه از این آزرا دل بکنه. انگار نه انگار دیشب اون همه اتفاق افتاد، دستشو گرفت با هم رفت. چرا کسی به من نگفته؟ توی این خونه همه واسه خودشون خونسرد شدن. یکی میره تو اتاقش رو صبح بیدار میمونه، اون یکی چرا یه در؟ چرا قرشو سر ما میزنه؟ کی جلوی در منتظر مونده؟ آزرا نرفته، تا صبح تو حیات منتظر مونده. دختره نرفته جین، اصلا نمیتونم باور کنم که چرا اینقدر بیخیاله. حتما خیلی رو داره، به ما چه مربوطه؟ آخه چی میخواد بگه؟ لابد میخواد به مامان بزرگ التماس کنه، بگه فریده خانم تو رو خدا منو ببخشی، من چون ناتنی بودم نگفتم، اما در واقع اونا خانواده من بودن، ما که این حرفا رو با هم نداریم. خلاصه از این اتفاقای دیشب بده. بس کن لطفا، کجاش خنده داره؟ خب بابا فعلا باید صبر کنی، چاره دیگه ای نداری، به خاطر مامان بزرگ باید تحمل کنی. این چه بیخیاله؟ مامان من بیخیال نیستم. از اون باد چشمات معلومه. بعد اتفاقای دیشب معلومه که چیزی تغییر نکرده. مامان بزرگتون ظاهرن عقلش رو از دست داده، فقط میگه آزرا و تمام، حرف دیگه ای هم نمیزنه. چاره دیگه ای نداریم جز این که یه کاری بکنه. میخواین چی کار کنیم؟ باید مدرک بگیریم. چه مدرکی؟ گواهی پزشکی میگیریم که این زن دیوونه شده. از راه قانونی وارد میشیم. واقعا برای مامان بزرگ میخوای گواهی پزشکی بگیری؟ اگه لازم باشه، اگه مجبورم بکنه بله، چون اون هنوز فکر میکنه عقلش در ادراشه. مامان متوجه هستی که چی داری میگی؟ جنگ خواهش میکنم یکم چشمتو به روی حقایق باز کن. تو آبروی دختره رو جلو روش بردی، اما اون هنوز نمیخواد دست برداره. به نظرت یه آدم نرمال همچین کاری میکنه؟ نه، مامان بزرگتون دیوونه شده. میبینید که باید بستری بشه تا حالش بشه. حتی نمیتونم فکرشو بکنم داری همچین حرفایی میزنی مامان. اجازه نمیدم این کارو با مامان بزرگ بکنی، من مخالفم. مامان داداش درست میگی، ممکنه همه ما دیوونه بشیم، اما مامان بزرگ حالش خوبه، عقلش هم سر جاش. آره، چون جیدا رو آورد پیش تو حالش خوبه. چرا مزخرف میگی؟ به جیدا چه ربطی داره؟ خیلی خوب، بعضی وقتا منم از دستش عصبانی میشم، اما این دیگه زیاده رویه. بعدش هم یعنی چی؟ تا برای یکی مشکل پیش میاد سریع میخواییم ببریم بستریش کنیم، چون با منم دقیقا همین کار کردین دیگه. چرا با من اینجوری نگاه میکنی؟ وضعیت تو فرق میکرد، همه چی با هم قاطی نکن آرتا. خیلی مسخره است، ببین سر چی داریم بحث میکنیم. منم با مامان موافقم، به نظرم دیرم شده. تا بیشتر از این دیوونه بازی در نیورده بهتره بره درمان بشه. ملیس مراقب حرف زدنت باش، میفهمی چی داری میگی؟ ها؟ این شماها این که باید بستری بشین، خجالت نمیکشین این حرفا رو میزنین؟ گوش کن مامان، همچین کاری نمیکنی. این بحث همینجا تموم میشه، حرفاتونو نشنیده میگیرم. نوش جونتون. Thank you.
مرد، صبحت بخیر عزیزم. مامان سومر کجاست؟ اون هنوز نیومده، البته به هم زنگ زد گفت قراره که بعدم میره پیشم. کجا میری؟ میریم هتل، یعنی میریم اونجا، بعد اونم میاد هتل پیشمون. قرار بود برم کلاس پیانو. میریم عزیزم، معلومه که میریم. بذار مامان سومر بیاد، حتما میریم. تو باید کنسرت بذاری، همه میان اونجا تشویقت میکنن. دوست داری؟ مرد گرست نشه. مرد گرست نشه. حالا که مرد گرست نشه، پس بگو ببینم چی دوست داری بخوری عزیزم؟ مانتی. از کجا میشه پیدا کرد؟ بذار یه نگاهی بندازیم، باید ببینم کجا مانتی داره عزیزم. بریم یکم بگردیم. بلند شو عزیزم، پاشو. ماشین مرد. ببخشید خانم. کیفتون افتاده. خیلی مرد. ماشین مرد. مرد. مرد پسرم کجا میری؟ به خاطر اتفاقاتی که برات افتاده واقعا متاسفم. یه دلیل دیگه هم این بود خاله نواد. میترسیدم شما ازم ناراحت بشین. ترسیدم برین سراغ سومر. ترسیدم مسئله جانسو قاطی این اتفاق بشه. من واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. جانسو و جنگ از زمان دبیرستان با هم دوسته. مگه جانسو اینو بهت نگفته؟ بابام که ازدواج کرد رفتم مدرسه شبانه روزی. فقط آخر هفته ها میتونستم بیام خونه. بعدش هم که بورسیه تحصیلی گرفتم رفتم آمریکا. جانسو هیچ وقت تو این موارد با من راحت نبود. نمیدونم تو رو به خاطر قضیه سومر چجوری باید ببخشم. از یه طرف رفتیم کلانتری از زن شکایت کردیم، از یه طرفم به خاطر کار ازش حمایت کردم. من تو شرایط سختی قرار دادیم. حق داری، واقعا حق داری. ازتون معذرت میخوام. وقتی وارد کلانتری شدم من انقدر هول شدم که نفهمیدم چی شد. آخه دخترم، چرا بعد از این همه بلایی که سرت اومده بود باز حرفی نزدی؟ وقتی دیشب تون حالت دیدمتون فهمیدم چه اشتباهی بزرگی کردم. واقعا معذرت میخوام. سال دیگه نمیخوام شب تولدم اینجوری سورپرایز بشم. اگه چیزی هست که نگفته باشی همین الان بگو. هیچی نیست، منو بخشیدی. چیز مهمی نبود که قابل بخشش نباشه. اما راستشو بخوای خیلی بهت اعتماد داشتم. جلوی خانوادم سرفکندم کردی. از اینکه باعث شدم اینقدر شرمسار بشی خودمو نمیبخشم. حالا قراره چی بشه؟ میتونیم این بازی رو ادامه بدیم یا نه؟ چه عجب آقا حسنی، نیم ساعت موبایلتون اشغاله. مزخواهی میکنم، یه تلفن مهم داشتم. الان اومدم پیش وکیل که باش حرف بزنم. باشه، من منتظر خبر شما هستم. راستی سرت خانم با جنگ حرف زدین؟ اونم در جریانه؟ آره باهاش حرف زدم. اتفاقا بچه ها موافق بودن. به نظرتون جواب دادگاه خیلی طول میکشه؟ بعید میدونم. نگران نباشین، بس کنیم به من، خودم حلش میکنم. کارم تموم شد، باهات تماس میگیرم. خودم.